بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید انبیائه و رسله ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. درباره مطالب پریشب از عزیزان نامه بسیار خوبی نوشتن و دلیل هست بر این که توجه و دقت دوستان بسیار خلاصه بسیار بسیار رضایت بخشه. ایشون مطالبی را که میگویند این مطلب میخوان مطرح کنن که من چنین گفتم که در این 2400 سال که از این مطالب میگذرد بشر در جا زده است و ترقی نکرده است. این عزیز ما که معلومش که خوب مطلع و خوب فکر کرده میگوید که اون مطالب که اون موقع گفته شده است الان هم هست، جاودانیست. اونها یه حالت ثابت دارند و هستند همیشه در طول تاریخ. اگر انسانها میخواستن زندگی قابل تفسیر داشته باشند به همینها عمل میکردن. حرف اول و آخر از این مسائل و این واقعیات خود پیشرفت نمی کنند، ثابت هستند، بلکه در طول تاریخ هر کس این واقعیات را فهمید و با ایمان در اعمال خود ظاهر ساخت به اون جایی که باید می رسید رسید. و این تعبیر تقریبا اصل مطلب این بسیار دوست عزیز ماست. البته امضا نکردن مانعی هم نداره. پاسخ این اینه که تأسف از این جهت است که بشر با این همه پیشرفت وسائل فرهنگی به قول خودش ادبی و علوم انسانی و اندوختن تجارب بسیار فراوان در تطبیق این اصول جاودانی که انبیا نخست فرموده اند از طرف خدا، بعد مغزه های بزرگ هم چه به طور مستقیم از انبیا گرفته و به بشر تحویل داده اند یا به طور غیر مستقیم، به هر حال این در تطبیق این اصول جاودانی و در تفهیم این اصول جاودانی میتوانست خیلی کار انجام بده. به عنوان مثال، خب در جهان حرکت حکم فرماست، اصل بزرگ، اگر نگوییم قانون که قانون است اصل، ولی میدانی که درباره تطبیق حرکت، اقسام حرکت و تشخیص حرکت و نتایج و خواص و امتیازات حرکت چه کارها شده، چقدر پیشرفت ها شده. یه هراکلیدی بوده گفته است که من دو بار به یک رودخانه وارد نشدم، یعنی دفعه اول که وارد شدم خواستم آمدم بیرون، دفعه دوم خواستم وارد بشوم هم من عوض شده بودم هم رودخانه. خب تعبیر شعار خوبیست. خب حالا چه فیلسوفانی مانند ملا صدرا، چه دانشمندان بزرگی در ذرات بنیادین طبیعت میدونید درباره حرکت چه کردن، چه بحث ها اومده و چگونه زمان از حرکت منتزع می شود یا نه، موقع کردن. این نظر بنده این بود. این آقای عزیز خوب متوجه شده که اصول جاودانیه و کسانی که به طور تفریط قضاوت ها می کنن که آقا همه چیز باید هر دقیقه تازه باشه، جدید باشه، و گاهی هم این تشبیه رو من عرض کردم مثل این که از عقربه که ساعت آویزان شده
عقربک یه دقیقه، یه ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت که میچرخه، بلی هستی عوض شد. چه شد؟ چه شد؟ عامیانه، افراط. اگر هم تحول هست، اگر هم در هر لحظه دیگرگونی هست، ثابت هایی نه به عنوان سکون فیزیکی میپذیرید شما و عللی هزاران سال پیش کاشته شده در این کیهان بزرگ داره معلولهاش امروز میخواد شروع کنه بیاد بیرون. یه خورده بیشتر دقت باید باشه دیگه، یه مقدار دقت بشه. ما نه عاشق گذشته ایم، نه عاشق فعلی و نه عاشقای، اصلا ما با زمان عشق نمیورزیم، ما با حقیقت سر و کار داریم. اگرچه این حقیقت گسترده است در زمان، اگر که حقیقت در جویبار زمان گسترده شده، اما بنشینیم هر دقیقه گذشت، چه گذشت؟ بسیار کوتاه‌ترین خط ما بین دو نقطه خط مستقیم است در هندسه اقلیدوسی. گذشت اون رو، چه گذشت؟ الان هم همینطوره. چه گذشته؟ برای اینکه یک نقطه بذارید به مرکزی داره، یک نقطه بیشتر نمیشه. این مال ارسطوس، مال فلانه، بالاخره همین صاحب الان هست. زنده دفاع باید بکنه از زندگی خودش. میلیون ها سال گذشته از این اولین زندگی که در روی زمین دفاع از جان خودش کرده، میلیون ها سال گذشته. گذشت. این حرف ها چیه؟ حقایق ثابت داریم، موضوعات ثابت داریم و متغیرهایی که این ثابت ها اونها را داره تفسیر میکنه. قرن ها بگذشت، این قرن نویست. ماه اون ماه هست، آب اون آب نیست. آب در جریان ولی شکل ماه افتاده روش ثابت. حتی مثال ها و الا ماه هم ثابت نیست. عدل اون عدل است، فضل اون فضل هم. لیک مستبدل شد این قرن و امم. قرنها بر قرنها رفت ای همام، و معانی برقرار و بردوا. بپرسید از این متهم موقعی که دادرسی میکنید، آیا جوابی که به ما خواهد داد قلبش با زبانش یکیست یا نه؟ مال 3000 سال پیشه. گذشته چی گذشته؟ نهایت آرمان دادرسی این است که وقتی متهم میخواد درباره خودش بیان کنه، قلبش و زبانش یکی باشه. حالا بگیم چه، دو تا باشه یا سه تا باشه؟ چون برای این که باید همه چیز تازه بشه، فهمید هفت تا باشه بهتر میشه. هفت تا بیشتر از دو تاست. الان هم عالی ترین آرمان دادرسی این است که متهم چیزی که ازش پرسیده میشه، قلب و زبانش یکی باشه. این حرف ها چیه؟ مسائل یعنی چه؟ عدل اون عدل است، فضل اون فضل هم. لیک مستبدل شد این قرن و امم. قرنها بر قرنها رفت ای همام، و معانی برقرار و بر دوام. شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. پس بنایش نیست بر آب روان، میلیاردها جانداران آمدن و مردن رفتن، ولی این چی جان باید دفاع بشه از جان ثابت. این کجاست این ثابت؟ چون عمقی که به طور فیزیکی باش روبرو هستیم در تغییر هر لحظه، به قول هراکلیت و به قول مولانا صدرای خودمون. این ثابت کجاست که باید ازش در میاد؟ باید اگر جان نرست باید از خود دفاع کنه. به هر حال مطلب این آقا بسیار عالی بود، خدا توفیقش بده ان شاء الله. و منتهاش اینه که در تطبیق این، در تشویق انسان ها از بهره برداری از این ثابت ها، فهموندن انسان ها که ثابت چیه، جاودانگی حقایق چیست، این ما پیشرفت نکرده ایم. خیلی میتواسیم کار انجام بدیم. شما آقا هنر را ببینید، هنر نقاش را در زمان، از اون زمانهای باستانی بیاید رو قوقا کرده در بعضی ها، خیلی قوقا کرده. اصولش هم تقریبا اصول ثابتی بوده. در فلسفه میتوان تمامی نطفه های
سیستم های جهانبینی را از یونان قدیم و به قول ما از شرق قدیم جستجو کرد. نطفه ها کلی ولی الان صدها مکتب گسترش پیدا کرده. پس بنابراین باید اینطوری در نظر بگیریم. درست اون مطلب بسیار عالیه و جاودانه بوده اینها و هیچ وقت تغییر پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه خود بشر با این خصوصیاتی که میبینیم عوض بشه. خب بسیار ممنون از اون آقایی که این سؤال را، این مسئله را مطرح کرده بودند. خب بلکه خود قانون نباید در به ثمر رساندن اون عقاید کدوم بود؟ الله و نظاره او بر هستی و دادگری مطلق او که هیچ تمایلی به اون راه ندارد به وسیله اقناع و شدت به خرج دادن. اینجا یه دقیقه باید توقف کنیم ببینیم موضوع از چه قراره. شما میدونید که با سواد خیلی زیاد شده در دنیا، شاید بعضی از کشورها الان دیگه بی سواد نداره. صاحب نظر کو آیان غربی ها چند تا برای ما میتونن افلاطون نشون بدن، ما شرقی ها چند تا میتونیم ابن سینا و مولوی نشان بدیم؟ قاطی نشه بحثا. یک دونه نظریه نسبیت از یک فیزیکدان بروز میکنه محصول صدها مغزهای بزرگ دانش فیزیک هست که میاد یه سنتز و یه جهش میده در یه مغز بیاد بیرون به نام نسبیت. بله با سواد زیاد کو صاحب نظرتون، کو انسانهایی که تغییر بدهند مسیر حیات انسانها را، یعنی رو به تکامل از نظر علم و از نظر معرفت. اینها چرا؟ برای این که این بشر فقط میگه به من دست نزن، آفرین، فقط بارک الله، با آفرین بارک الله آدم شما نمیفهمی. این ضربه میخواد، ضربه ملایم. آقا چرا به خود نمیایی؟ این آقا میگه به من نگو چرا به خود نمیایی، همش گل جمال نازنینت. ابن سینا در یه جلسه گمان کنم در حدود 14 ساله بوده یک عبارت عربی را غلط خوند، گفتن آقا غلط نخون، بلد نیستی نخون. ابن سینا ضربه را خورد، بلند شد، در دو سال تمام ادبیات عربی را فرا گرفت و تاریخ پر از این هاست. بلی جناب آقای حسین ابن عبدالله ابن سینا که مادرت اسمش ستاره خانومه، ببخشید اگر بشود لطفاً خواهش میکنیم بروید یک مقدار عربی بهتر بخونید، عبارت را خوب بخونید. ابن سینا میشد؟ گفتن بلد نیستی چرا میخونی؟ الان معلوم میشه که این افلاطون چی میگه. میگه ولو با شدت، منتها شدت ملایم، شدت که شخصیت ها نشکنه، از در روانی مجوز داشته باشیم. آقا همه اینها میگن با یک خنده و لبخند و عرشبت که بارک الله آفرین، برای تشکل وجدان همون مقدار آفرین لازم است که آقا یه خودت تکون بخور. این چه درسی که تو خوندی؟ منتاش اصلا ملایم احساس نکنه شما میخوایش بشکنیدش. عده زیادی از جهش های تاریخ مال این حرفه، با شدت احساس ضربه. من نگه نمیخوام بگم چون بحث خیلی طولانی میشه، زیاد در تاریخ مال ضربن. به به خیلی خوب، به 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 جای خود، همون چه قبلا خوف و رجا، به به و آه درست را برو. این درست نیست، این درست نیست. هم به این بشر بگوییم که یه دفعه به خود بیاد. این حکیم سنایی رو شاید بارها عرض کردم، نوشتن که این یک شاعر همه جایی بود، یه شاعر معمولی. یکی از سلاطین غزنوی میخواست بره به فتح هندوستان، آمدن به او گفتن که این غزنوی یاد نیست اسمش، در مقدمه دیوان سنایی هم هست، میخواد بره برای فتح هندوستان، شما براش یک
قصیده بگویید بیایید بخونید برای شما جایزه بدهد. اینم رفت و یه قصیده بلند بالای ساخت و اومد. بله اینم خیلی خوشش اومد و یک جایزه و خلعت بزرگی به او داد. بغل گرفته بود و حرکت میکرد رو به خانه. صدای مجذوب لایه خار را شنید. مجذوب لایه خار که بوده؟ میگوین اون روز شبیه به بهلول دوران بنی عباس بود که عاقل دیوانن ما بود. او بیر یخشی صفت در عاقل و دیوانه بلسن. نه این صفت خوبیه، عاقل باش ولی دیوانت بدونن. خود این هم یه وقتی ممکنه قدم باعث قدم هایی باشه در جامعه. این دید صدای مجذوب میاد ولی نمیبینه. این چیزها حکیم سنایی بغلشان پر خوشحال تیگاه کردید ای آقا این صدای مجذوب از کجا میاد. آمد و یه شکاف دیوار شکاف داشت، اونجا نگاه کرد. اونجا تون بود، تون. شاید جوانترامون ندونن سابق بر این خزینه های حمام را که میخواستن گرم کنن یه جایی بود برای سوخت و اینها میریختن و دید که اونجا این نشسته این مجذوب با تونتاب داره صحبت میکنه. همین که این گوش داد از اون شکاف دیوار گفت که دید که میگوید که بله پیاله بیاور به کوری چشم اون مثلا ابراهیم که غزنوی که کار مسلمانان را نساخته به فکر فتح هندوستان افتاده است. یکی دیگر بیاور به کوری چشم صنایعک غزنوی چه رفته است و عمر خود را تلف کرده تا به این توفیلی شعر بگوید. به این توفیلی. و اگر روز قیامت که آغاز ابدیت است بگویند سنایی برای ابدیت چه ارمغان آورده ای، چه آورده ای، این کاغذ باطل شده را نشان خواهد داد. سنایی حرکت کرد و رفت. عرفان به دنبالش، عرفان نظری، عرفان عملی، رفت رفت در اون رده اول شخصیت های عرفانی ما قرار گرفت. سر همین قضیه چون بعضی ها در این قضیه تحقیقاتی دارن شبیه به همچی قضیه سنایی را بلند نشکرد. چی کار میکنی؟ شعر را به کی گفته ای؟ خب چی کار کنی؟ میگیم بسیار خوب آقا از نظر هنری شعری آقای سنایی واقعا عالی گفتی، دستت درد نکن، چه قریحه ای داری. اما این نمیشه آقا، غلط کردی، این شعر را گفتی، تمام شد دیگه و سلام. یه دفعه یادم میاد دانشگاه اهواز بزرگداشتی برای فارابی بود، یکی از اساتید درباره فارابی که صحبت کرد رفت سراغ ارسطو افراد کرد. ارسطو چنین چنین چنین، خدا از این دانشجوها زیاد کنه. یک دانشجوی نشسته بود فضول که جلسه را به هم زد، گفت که آقا مگر ارسطو نبود که بردگی را تجویز کرد؟ درسته دیگه، این استاد افتاد خواست اینا درستش کنه. بابا والله درست نمیشه، ول کن. آقا هر چی خواست روشه گفت، آقا نمیشه. بعد از اون طرف بعضی از تاشها گفتن آقا از شما خواهش میکنیم این دوست در این باره یه صحبتی بکنید. منم یادم میاد ابا همجور روی میز صندلی موند بلش آمدن، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، ارسطو بسیار مرد بزرگیه و واقعا برای بشریت خدمت کرده، در قضیه بردگی اشتباه کرده، غلط کرده، خطا رفته و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعوا داریم با هم دیگه، رسول که بالات رز رسول بشه. ها این سنایی اونجا یکه خورد، چیز کرد جهش بیره، رفت سنایی شد و چشمه ها به دنبالش، ادبیات ما به دنبالش، عرفان ما به دنبالش. این همینجور من احتمال میدهم چنان که چرا یکی از غربی ها الان یادم میاد میگه که یک کمی افلاطون شدت به خرج داده است. افلاطونی که خیلی نرم حرکت میکرد در اینجا شدت را تجویز کرده است که یک شدت مناسب شخصیت فرزندان برای اینکه اون سه تخم کاشته شود در دلها اینها
یا رویده شود الله و نظاره او بر هستی و دادگری مطلق او. من وقت در حاشیه نوشتم حاشیه اون مرد، اونم مرد بزرگیه، گفتم آقا چون جان جدیست برادر، این میگوید اگر این سه عقیده در درون او کاشته نشود، زندگی او همیشه با مبارزه با خویشتن سپری خواهد شد. حق داره افلاطون شدت پیدا کرده، مخصوصا این دست اینا انشاءالله در نظر شریفتون باشه. باید قانون برای اون کسانی که به جهت ضعف نفس، خیلی جدی اومدیم من، به جهت ضعف نفس یا آلودگی های اخلاقی اون عقاید را فراموش میکنند و میگذارند در درونشون محو شود، سستی بورزد، قانون باید جلوش را بگیره، بگه نمیشه. چون اگر انسان را میخواد واقعا، اگر پهلو به پهلوی حقوق جسمانی ما حقوقی هم برای جانهای ما در نظر بگیرن این حکام و این زمامداران بشری، اگر این رو هم در نظر بگیرن، مجبورم بگن آقا هفتهی ماهی بنشینید با هم دیگه بس کنید جدی. اون وقت این مسئله به شوخی رد میشه. اون وقت همین ساعت 5 تا 6 همین امروز یکی از مغرب زمینی ها همینجا داشتیم مصاحبه میکردیم، اون هم صریحا مقام علمی و مقام اجتماعی هم داشت، همین امروز چه گذشت، اون هم به این مسئله رسید که بله از آمده بشر به تکنولوژی رسیده، از اونجا معلوم نیست قرن 21 کجا میخواد بره. یا باید مذهب را جدی بگیره، یا توجه فرمودید یا نه؟ مقصود این است که اون فیلسوف غربی افراط کرده، این یه خود حق میگه بقیه نه، من یعنی یه خود باید جدی گرفت این قضیه را، به عنوان دکور روانی ما تلقی نشود. بله، هر تربیتی که دینی نیست ناقص و باطل است و هر دولتی که شهروندان آن از این بسائل با اهمیت روی گردان شوند، اون دولت در معرض نابودی است. خیلی حرفه. اون وقت شما خواهید گفت بس طول تاریخ این دولت ها ادامه پیدا کرده. بله، ولی به که آقایی می کردن؟ یعنی اگر واقعا دولت ها دولت های حقیقی بودن، انسان ها را تربیت می کردن، تربیت انسان ها را به عهده می گرفتن و نمی گفتن از دیگاه ما حقوق دانان مثلا فلان کشور، اونی که می خواهیم این است که انسان مزاحم انسان نباشه، فقط کلاه هم دیگر بر ندارن، اگرچه کثیف‌ترین مرد روی زمین باشن، به ما مربوط نیستیم، ما نباید این را بزنیم. اگر هم خارج از کادر حقوقی من باشه، تخصص حقوقی من باشه، من نباید این را بزنم، از من میشنون، من نباید این را بزنم. میگه که برای این حرف را تصریح کرده، از نظر ما کثیف‌ترین فرد باشه، ولی از دیدگاه اسلام چون در مقدمه یک کتاب حقوقی این آقا مقدمه داره، این حقوقدان بزرگ، داستان دیوان کشور یکی از بزرگترین کشورهای دنیا، عبارت ایشونه، میگه ولی از نظر حقوقدانان و فقه اسلامی چون این دنیا گذرگاهی است برای ابدیت، و از دیدگاه اسلام چون همه شؤون حیات انسانها هماهنگ متشکل، اقتصادش، حقوقش، علمش، فرهنگش، سیاسیش، لذا این معنا با اشفت که دید ما جور نمیاد. نظر ما این است این دوتا حق همدیگه رو بدهن، مزاحم هم نباشن در زندگی، همون تقریبا شبیه به سیکولاری که مطرح شده است. حقیقت چنان نیست که گاهی سیاست مداران عوام گمان میکنن که دین را وسیله ای برای حکومت خود استخدام نمایند. سیاستمداران عوام، اشراف را ببینید چقدر مشرف بوده. حقیقت چنان نیست که گاهی سیاستمداران عوام جواب میکنند که دین را وسیله ای برای حکومت خود استخدام نمایند، نه هرگز، زیرا دین برای هویت انسان ها
برای هویت جوامع و دولت ها مورد نیاز ضروری است، اگر متوجه باشن. خیلی به قول اون آقا خیلی جدی اومده میدانیشون در این خلاصه مطالبش. بلکه فوق نیازهای معمولی است، احتیاج به دین بیش از آن است که جواب است. حتی به یکی از بزرگان ادبیات ما شادروان مرگ شرابهار که گفته بود انبیا حرف حکیمانه زدند، از پی نظم جهان چانه زدند. این مرد اون موقع متوجه این معنا بوده، میگوید چنان نیست که فقط برای تنظیم زندگی اجتماع باشه، اگر چه از فوایدش هست، اگر یه فایدش هم همینه که واقعا اگر دین خوب پیاده شود، اگر معتقدات دینی انسانها بر مجرای منطق و عقل خوب بوده باشد، زندگی اجتماعی هم تنظیم میشه. ولی هدف نهایی دین اون نیست، او فایدش. من میخوای مثالی از کنم، ببینید یک دفعه این است که ما میگیم آقا اینجا جمع شدیم برای چه؟ اینا دو جور جواب بدیم. یکش این است که بگیم این حیات چون بله در غرب تهران روباز خوبه، خنک، ما رفته بودیم در هوای خنک بنشینیم. این یه جواب. یک شب این است که نه، بگوییم رفته بودیم بنشینیم، بحثی میکردیم با هم دیگه، گفتگو داشتیم، هوای خوبی هم تو اون حیات ما احساس کردیم. اون فایدهش غرض اینه. ببینید چقدر این مرد اهمیت داده بدیم. میگه نظم اجتماعی یکی از فوایدش بسیار عالیه، بگیرید ازش استفاده کنید. که دیگر یک پلیس داخلی در درون انسان ایجاد میکرد دین، دیگه پلیس خارجی براش هرگز ضرورت نداره. البته برای اجتماع بسیار مهم دین، اما ببین خود او چقدر مهم که میگه از فوایدشه. یه فایدش میشه فایده اینجا از کردم، اینجا آمدیم نشستیم، مثلا یه چای خوبم دادم، مثلا این فایده است. ولی غرض و هدف اینجا نشستن و بحث گفتگوست. بله، احتیاج به دین بیش از آن است که به عنوان عامل تنظیم زندگی تلقی کردن. آقا حرفهای ثابت زیاد گفته شده، خیلی همیشه رفیقمون اشاره کرده. ببینی چقدر مشرفه، چجور احساس میکرد زمانی آبد خواهند گفت. آقا انبیا یه نوابقی بودن برای نظم زندگی، آمدن مسائل مطرح کردن. نه خیر، اون چرا که مطرح کردن از فوایدش یک شمی بود که زندگی را تنظیمش کنن. و الا بحث اینا لله و اینا الیه راجعونه، چطور چیستی جواب بدهی به شش سوال که باعث این مطالب شده در طول قرون ازهار. من کیستم؟ از کجا آمدم؟ به کجا آمدم؟ و با کیستم؟ به کجا میروم؟ برای چه آمدم بودم؟ اصلا بحث اینه. ضمناً وقتی من فهمیدم من کیستم، اول برای خودم هویت را احساس کردم، یک هویتی که در هدف خلقت الهی هست. پس اینم چنین است، پس اینم چنین است، ماهار دیگه ظلم کنم. این از اون من کیستم. وقتی بشر پاسخی برای من کیستم پیدا کرد، امکان داره مگر ظلم کنه؟ امکان داره مگر خیانت کنه؟ چون نمیداند خودش کیست، دیگران را هم نمیداند خود اونا کیستن. بزن چرا این شعار، این شعار، چرا این پوستر در طول تاریخ که به گذرگاه تاریخ زده شده، محبت 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 بورزید، محبت چرین است، چرا اثر نکرده؟ زیرا من به خودم محبت ورزیدم که به شما محبت بورزم. من اصلا باقرم کار دارم که با شما کار داشته باشم. من کیستم چنین کار انجام میده؟ وقتی میگه از نظر دینی واقعا برون من کیستم،
اگر واقعا فهمیدید دیگران را هم شناخته اید. عبارت عزالدین نصفی در انسان کامل: ای درویش، اگر بخواهی حقایق را اونچنان که هست بفهمی، نخست خود را اونچنان که هستی بفهم. اینه من کیستم را میخواد جواب بده. من کیستم ها یه مقدار بهیور رفتار سلوک، این جواب منه. جواب من کیستم که نوعی هستم که در گروه من ابن ملجای مرادی هست، علی بن ابی طالب هست، ابراهیم خلیل هست، فرعون ها هستن. من از اون گروه، از هویت اون گروه دارم از شما سوال میکنم. شما میگید که بله روی این انگیزه کنش نشان میده، روی اون انگیزه واکنش نشان میده. ما منکر اون نیستیم، ولی هویت من در این دنیا بالاتر از این است که با چند تا رفتار من زیرا دین برای هویت خود. حالا من از شما خواهش میکنم بعد از این مطالب وارد شناخت حسین بشید که حسین چه کرده برای بشریت. این غیر از این است که آبا و اجداد ما خداوند انشاءالله همه شما رحمت کنه، بعد با فقط با تعلیم و تربیت های اونها که حسین بل این بوده، این غیر از اونه. واقعش این حالا دارید شما با مسائل خیلی جدی روبرو می شوید که یک قربانی مثل حسین را برای خود دیده از این مسائل. حالا برای خودتون تکلیف احساس خواهید کرد که بیاییم این سرمایه بزرگ را به نسل آیندمون هم منتقل کنیم با تصویر معقول درباره حسین ابن علی. این تصویر معقولش که ما در این ملانی ناره میخونیم، این تصویر معقولش. دیدید به حسین چه کرده به بشریت؟ حالا معلوم شد که حسین ابن علی به شما چه کرده، چه قدمی درباره شما انسان ها برداشته. به هر حال احتیاج بدیم بیش از آن است که به عنوان عامل تنظیم زندگی تلقی کردن. البته با داشتن دو بعد ذاتی میتواند که مفید فایده باشه برای تنظیم زندگی. تا اینجا این باب الرحمن الرحیم. هم اکنون قدمی پیش بر میداریم، یک مسئله بسیار مهم دیگر را هم مطرح میکنیم. مان اینه دین در صورت‌های گوناگون تعقل انسانی مترجم طبیعی خالص و عمیق‌ترین بیان کننده واقعیات است. یعنی محرک تعقل برای دریافت واقعیات خود دین است. اون وقت چقدر محدود فکر می‌کنند کسانی که میخوان دین را با تعقل رویارویی قرار بدن. ببین چهره مطلب به کلی عوض میشه. دوباره با تم میخونم دقت فهمید. دین در صورت‌های گوناگون تعقل انسانی مترجم طبیعی خالص و عمیق‌ترین بیان کننده واقعیات است. یعنی دین تعقل شما را صیقلی می کند. میگه درست نگاه کن، دور خودت طواف نکن. اگر برای یک مطلب 99.5% دلیل داری 100% ادعا نکن. اگر برای تفکر باز صرف زمان لازم است، باز فکر کن بیندیش، نپرون قضیه را، نپران، حواست جمع باشه. و اگر یه حقیقتی از راه عقل ناب ثابت شد، دقیقا او را در نظر بگیر. این حجت خداست. این عقل، این حجیت را که داده به عقل؟ و الا اگر عقل را بذار بکشیم جلومون، جلوم میز که آقا تشبیه برید جلوم میز ببینیم از کجا ما باید به حرفای تو گوش کنیم. اگر بگه من خودم میگم، میگم خب ممنون، دست شما نکنه،
خود توی عقل به ما گفته ای تکرار دعوا اداره ثابت نمی کنه، مصادر مطلوبه. درست مثل که من بگویم این مال منه، اون وقت محاکم بخواهم بگن از من دلیل بخواهم، دلیلتون چه؟ بگم آقا برای اینکه مال منه. خنده آورترین استدلال اینه، چون مصادر مطلوبه، دور لازم میاد. اگر جناب عقل بگه من خودم دارم میگم، تک قاه عقل خود دین است، احساسات عمیق انسان هاست که باز هر چند که قاهی اشتباه میکنین عقل نظری، با این حال اگر ما بی‌غرض راه برویم، اگر هم به اشتباه بیفتیم صدمه به بشریت نمیزنیم، زیرا خواهیم گفت ما این مطلب را در این شرایط و با این محدودگی ها به نظر آوردیم. بعد از من نگاه کنی ببین چه خبره، هم بگو اینا دیم میگه، هم بگو تا ناطقه جو میکند، تا مغز کار میکنه بگو، تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن نو آورد. بله هر قرن هر زمان چه بگذره حقایقی آشکار خواهد شد، لیک گفته سالفان یاری کند، ما گذشتگان هم چند تا آجر روی کاخ با عظمت علم بنا کنیم، بگیم بیایید آیندگان شما کار خودتون انجام بدهید. تعقل ناب، تعقل صاف، این عقل با نه عصای دین، با تحریک دین حرکت میکنه. دلیل یعقلون افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا یتفکرون نه یه بار نه دو بار، یه وقت ما حساب کردیم در حدود 200 بار در قرآن تکرار شده. مبادا یه دفعه خدا نخواسته خیال کنی که دین یعنی تعبد و با تعقل، اصلا دینی که تعقل را به عنوان حجت نپذیرد اون دین قابل قبول نیست. بفرمایید این عبارتش یه دوباره بخونم. دین در صور گوناگون تعقل انسانی مترجم طبیعی خالص و عمیق‌ترین بیان کننده واقعیات است. حالا میخواد نتیجه بگیره. انسان همه حقایق الهی را، اینجا من اینا اینطور ترجمه کردم، حقایق الهی، برای اینکه کلمه آلهه در سخنان گذشتگان به معنای موجودات مقدس انبیا، اینها میگن آلهه یعنی خدایان، تعبیر خدایان میکنن، یعنی موجوداتی که جنبه قداست دارن. ابو ریحان بیرونی در کتاب تحقیق مال الهند، در کتاب تحقیق مال الهند ایشون صریحا میگویند که در هندوستان هر حقیقتی چه جنبه قداست داره به او تعبیر خدا میکنن. این یه اصطلاحیه، یه تعبیریه، من در یونان هم دیدم، در فلسفه و علوم اجتماعی یونان هم دیدم، خیلی جاها تعبیر خدایان میکنن. به نظرتون نیاد که واقعا خداهای متعدد، موجودات مقدس. شما چرا به افلاطون الهی میگید؟ چون پدر مادرش سولون قانونگذار یونان بوده و یک وجهه قداستی داشته، بهش میگن افلاطون الهی، یه تعبیر خداگونهی بهش میدن. این دقت کنید ها، این خیلی ها اشتباه میکنن، تعبیر خدایانی نیست، بلکه مقصود موجودات مقدس. ایشون اینجا میگوید که دین برای ما یه حقایق مقدسی را نشان میدهد، انسانهای مقدس با قداست، ما با اونها آرامش پیدا میکنیم، اونها خدا را به یاد ما میآورند، اینها برای ما تجلیگاه های خدا میشوند. تعبیرشون اینه، ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو هر شبه حل شود بی قیل و قال، فقط نگاهی بکنم به چهره نازنینت. اینها موجودات مقدسی هن، قداست را از کره زمین من منها نکنیم، کار صحیح نیست. بشر به یک آرامش های احتیاج داره. این که میگوید ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال،
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی؟ ما دیدیم از این اساطیر، ما دیدیم اساطیر ما نرمی کردن، سطح هم اونها دیدن. اگر کسانی ندیده باشن منکر نباشن، انسانه خیلی انسان موجود عمیق‌تر از این هاست که ماها فکر میکنیم. میگه این موجودات، این انسانهای مقدس آرامش انسانها میشوند، عملا نشان میدهند. چه دیشب عرض کرده بودم یک دیدار، شاید اون شخص که دیشب عرض کردم اون حرف را زد به امام حسین علیه السلام، وقتی امام حسین فرمود دیگه شب تاریک شده برخیید و بروید، اون یکیش هر کس صحبتی کرد اون یکی گفت که یا ابا عبدالله، اگر زندگی ابدیت داشت ما تو را رها نمی کردیم، چه رسد به این که ما دنیایی که می خواهیم زندگی کنیم چند سباهی دیگه بیش نیست، می رویم برخره از اینجا می رویم دیگه، ولی ما ابدیت ها کجا رها بکنیم؟ این با دیدن یک انسان مقدس برای زندگی نرجه قایل شده. برادر من شاید 100 جلد کتاب این شخص میخوند به اینجا نمیرسید. این که سعدی ما میگوید گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی، خدا میداند پیش از اون که لبها باز بشود برای گفتگو انسان از چشمهای انسانهای بزرگ درسها میخوند، از حرکاتش، از نشست و برخاستش درس ها خونده میشه. ایشون روی این خیلی تکیه داره که این انسان های با قداست چون تکیه به خدا دارن، چون نظاری خدا را دارن، چون دادگری خدا برای آنم پذیرفته شده است، اونها تکیه گاه های هستن برای بشر. واقعا همینطور. و ما از اینها الحمدلله در چهره های پیامبران دیدیم، ائمه علیهم السلام، حکمای راستین، انسانهای برازنده که در اون ردیف خیلی بالاش چهره حسین است که هر سال ما یه چند ساعتی با این چهره رویاروی هستیم و اگر خدا لطف کنه خود ما هم برای سعادت خودمون قیمتی قائل بشویم با همین چهره که روبرو هستی، با میتوانیم طول سال را از خودخواهی ها، از خودکامگی ها، از تهمت ها، از افتراها، از بدخلاقی ها، از ادعاهای بیدلیل پرهیز میکنیم، از تعدی به حقوق دیگران، از توهین به دیگران، از ارزان شمردن ارزش‌های بشری. برای ما این چهره نازنین پسر فاطمه نشان می‌دهد که اون چرا که داریم چقدر گرانه. ارزون نیست ای گران جان، خار دیدستی مرا، زون که بس ارزان خریدستی مرا. قیمت ارزش‌ها را او ما نشان می‌دهد. به چه یه وقتی مشهد رفته بودم، این بود پیش بعضی از دوستان اینا عرض کردم، مشهد بودیم و آیان منبری هاشون خدا حفظشون کرون هاشون کستن جمعاً بعد نشسته بودیم، اینها یه بیتی خوندند، هنوزم یادم هست، بوتاش یادم نیست، دنبالش هم خوندن یا همین بیت بود، خیلی در من تأثیر کرد. ذکر یا حسین سنگ تیره را همچو در تا بنده می کند. چرا؟ آری ار کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. شما بندگی بکنید آسانه شما احساس می کنید که چه حکومتی دارید بر هستی وقتی بندگی بکنید. ذکر یا حسین سنگ تیره را همچو در تا بنده می کند، آری ار کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. همین
دنبالش هم این بیت را خوندم برای شما عرض میکنم. چون زی خود رستی همه برهان شدی، چون که گفتی بنده ام سلطان شدی. و اگر بگویی سلطان هستم بنده میشوی یا اونم بنده پست. چون زی خود رستی همه برهان شدی، چون که گفتی بنده ام سلطان شدی. یک بار حسین بن علی گفت خدای من بنده تو هستم. ترکت الخلق تردن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا. هنوز هم داره در دلهای انسان ها می درخشد. هر انسان پاک از داستان حسین اطلاع پیدا کرده، از ساخته شده است بدون تردید. خداوند پروردگارا این نعمت بزرگ را از دست ما مگیر. خداوند پروردگارا تو را سوگند می دهیم به خون مقدس این حسین، انسانهای الهی را در جامعه ما زیاد بفرما. خدایا ما را قدردان انسانهای با قداست بفرما. پروردگارا خداوندا ما را از این زندگانی که واقعا یک کتاب بزرگی است به خواندن سطرها و ابواب و فصول این کتاب موفق و معید بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.